سلامتی و میل به آرامش و میل به خوشی و خوشحالی رو دارن و برای رسیدن به آن از هر تلاشی کوتاهی نخواهند کرد و برای داشتن این نیاز حیات بخش دانشمندان و محققین وقت و هزینه های رو نیز قربانی کردن، غافل از اینکه مطابق کتاب پیدایش باب 2-3 نیز اشاره میکنه بعد از 6 روز خلقت جهان و انسان، خدا آرامش را به انسان هم آموخت و هم به او یاد داد که چگونه اون رو به دست بیاره و هم آنان را در این آرامش برکت داد در روز هفته. از این رو انسان برای آرامش و داشتن آرامش آفریده شده است و خدا به آرامش نیز پیروان خود را نوید می‌دهد. در کتاب اشعیا 57:19 می‌خوانیم، اعلام می‌کنه: من صلح و آرامش را به همه، به دور و نزدیک خواهم داد. یعنی چه آنانی که نسبت به باور و شناخت کامل من این آگاهی رو دارن و چه آنانی که مانند ملت عزیز ما و گذشته ما خدا دوست بود. فقط نیت خدا، رویای خدا، هدف خدا این بود که این آرامش رو به من نیز بده. من صلح و آرامش رو به همه، به دور و نزدیک خواهم داد. من قوم خود را شفا خواهم داد. پس تفکر و احساس آرامش از کشفیات و خلاقیت انسان پدید نیامده. حتی اگر کششی و یا نیازی در درون آدمی اون رو متمرکز این نشانه طبیعت خلق شده میکنه در مسیر هدف خلقت، تا در حضور خدا قرار نگیره هرگز نمیتواند این امنیت و این آرامش رو نیز لمس کنه. نه با سرگرمی های دنیا مانند مواد مخدر، الکل و یا قرص هایی که به نوعی میگن قرص خواب آور، آرامش بخش هست، میتونه به این آرامش برسه. در مزمور 4 نویسنده از آیه 6-8 اعلام میکنه: بسیاری میگویند، یعنی اکثر مردم جهان میگویند، بسیاری میگویند کیست که به ما کمک کند؟ ای خداوند، تو نور چهرت را بر ما بتابان، همچون همون گونه که بر موسی تابیدی. و موسی این رو لمس کرد که در حضور تو آرامش و خوشی هست. تو نور چهرت را بر ما بتابان، تو قلب مرا از شادی لبریز کرده ای. آری، شادی که تو به من بخشیده ای بیشتر از شادی هست که هنگام برداشت محصول فراوان پدید می آید. بیشتر از اون زمانی هستش که من کار میکنم، درآمدی دارم، به آرزوهای دلم روی زمین میرسم که من شاد میشم، اما در حضور تو یک آرامش و یک شادی خاصی هست. بیشتر از شادی هست که هنگام برداشت محصول فراوان پدید می آید. با آرامش خیال به خواب می روم. پس با قرص نه، با مشروب نه، با فکر و خیال های خوشخیالی خیر، با آرامش خیال به خواب می روم، زیرا تو ای خداوند تنها تو مرا در امنیت نگاه می داری. و همونگونه که شاعر میگه عاشق خدا هستم که چه بخواهیم و چه نخواهیم ما رو دوست داره. عاشق خدایی هستیم که در هر صورت ما رو دوست داره، چه حتی این رو لمس کنیم و چه لمس نکنیم. نتیجه این آیه این هست که آرامش در حضور خدا امکان پذیر هست، مطابق مزمور 16:11. بنابراین اگر آرامش نداریم، یعنی مانعی هست در ما که این مانع اجازه نمیده ما به آرامش خدا برسیم. باز نویسنده مزمور 118:6-7 اعلام میکنه: خداوند با من است، پس نخواهم ترسید. از چی؟ از چی نخواهد ترسید؟ از بیپولی؟ از بیکاری؟ از تنهایی؟ از مریضی؟ از رنج؟ از بلا تکلیفی توی دنیا؟ از چی نمیترسه؟ میگه خداوند با من است، پس نخواهم ترسید.
انسان به من چه میتواند بکنه؟ واو، مگه انسان هیولاست؟ چی شد از انسان میترسه؟ این خود انسان از یک انسان میترسه. چه اتفاقی برای این انسان پیش اومده که از یک انسان دیگه میترسه؟ خداوند با من است، پس نخواهم ترسید. انسان به من چه میتواند بکند؟ خداوند در کنار من و یاور من است، پس بر دشمنان خود پیروز خواهم شد. بر کسانی که باعث رنج و کینه در دل اون شدن، که داره باعث آزار و رنج شده. اکثر مواقع ترس از انسان به مرور زمان تبدیل به خشم و عصبانیت میشه، و اگر این خشم و عصبانیت مداوا نگردد، متاسفانه تبدیل به کینه و نفرت خواهد شد. و چون کینه و نفرت گناه می باشد، مجال این رو نمیده که ما بتونیم حتی نزدیک خدا بشیم، و چه برسه به اینکه بخوایم از آرامش او پر بشیم. بنابراین از رحمت و فیض خدا دور می مانیم. یعنی دوری از بشنم، دوری از چه چیزایی؟ توی این هفته ها صحبت چه زیاد کرد؟ دوری از آرامش، خوشیه، برکات زمینیه، برکات روحانی هست، بگیم سلامتیه، و مهمتر از همه اینها دوری از رستگاری هستش. نویسنده اعلام میکنه بخشش تنها راه آرامش هستش، و اگر بخوایم ما این آرامش رو داشته باشیم، میباید در رابطه با بخشش بیشتر بیاموزیم، بیشتر تفکر کنیم. به همین دلیل عیسی مسیح قاطع اعلام میکنه، کلام خداوند بهترین پیشنهاد هست. اگر پذیرفتیم که بهترین هست، این قاطعیت رو باید بپذیریم، این ضرورت رو باهاش زندگی کنیم. نمیتونیم فقط بگیم چه سخنان خوبی، چه حرفای خوبی. باید تصمیم جدی بگیریم نسبت به آنچه را که از طرف خدا به ما داده شده. در انجیل مرقس 11:25-26 میخونیم، اعلام میکنه عیسی مسیح: و وقتی که به دعا بایستید، یعنی در حضور خدا، یعنی الان که شما عزیزان لطف کردید به خانه خدا آمدید، وقتی که شما توی خونه هستید میخواید دعا بکنید، حالا برای هر موضوعی، هر نیازی، در حضور خدا هستید، و وقتی که به دعا بایستید، هرگاه کسی به شما خطا کرده باشد، هر کسی که، یعنی در ابتدا باید اونگونه فکر کنید، ببینید چه کسانی هستن که باعث آزار ما شدن، مبادا کینه‌ای در دلمون نسبت به اونها داشته باشیم. او را ببخشید، تا آنکه پدر شما نیز در آسمان است خطای شما را معاف دارد. اما یعنی حالا ما فکر کنیم که حالا آیه هست، یعنی خدا لجبازه؟ خدا مثل آدم هاست، مثل بچه ها، میگه اگه این کار رو نکنه من این کار رو نمی کنم؟ داره لجبازه میکنه؟ معنی این سخن خدا چیه؟ تا نبخشی نمی بخشمت. چرا؟ ادامهش رو بشنوید. اینو گفتم میخوام روش بیشتر فکر کنید. اما هرگاه شما نبخشید، پدر شما نیست که در آسمان است تقصیرهای شما را نخواهد بخشید. عجب، خدایا ما انسان رو ضعیف و ناتوانیم، تو دیگه چرا؟ حالا ما خراب کاری میکنیم، ما لج میکنیم، تو چرا با ما لج میکنیم؟ این یه فرموله، 2+2=3 چیجا هیچ کنم درس ریاضی داریم میدیم، چه همه چرا بچه های خوبی داریم بتونیم که ریست خدا رشید، یه دست برای خودتون بزنیم، همه ریاضی هم میدیم. این یه فرموله عزیزان، این بر این اصل نیست که خدا مانع بخشش تو میشه. وقتی تو نمیبخشی، خدا میگه پس من نمیذارم وجود من، حضور من، عدالت من تو رو نبخشه، چون من نمیتونم به حضور خدا بیام وقتی که نبخشیدم تا از بخشش خدا برکت بگیرم. من حس نمی کنم، من این امنیت رو احساس نخواهم کرد. پس خدا به هیچ وجه قصد این نداره که بخواد به ما لجبازی کنه. اگر میگه ببخش، به خاطر این هستش که بتونی راحت به حضورش بیای.
و در حضور او بتونی از اون خوشی‌های او لبریز بشی. شاید انسان‌هایی هستن که هیچ باور الهی ندارن، هیچ اعتقادی به خدا حتی ندارن و حتی نسبت به زندگی ملکوت خدا نیز هیچ اهمیتی نمیدن و برای اونها هیچ معنایی نیست. کلام خداوند، علم روانشناسی، تجربیات بشریت ثابت میکنه که کینه و نفرت در هر انسانی فاجعه ایجاد میکنه و آرامش او رو میگیره. سلیمان در کتاب امثال 10:12 اعلام میکنه کینه و نفرت باعث نزاع میشود، باعث جنگ میشه، پس نمیتونه آرامش داشته باشه. ولی محبت که از اون بخشش میاد، رحمت میاد، ولی محبت گناه دیگران را میبخشد و مجال این رو نمیده که در جنگ و جدل انسان ها قرار بگیرن. شاعر نیز اعلام میکنه محبت را به دل دادن صفای سینه میخواهد، به یاد دیگران بودن دلی بیکینه میخواهد. این مثل یک ضرب المثل هست میشه که اگر دل من کینه ای درش هست، حتی من نمیتونم انسانی رو که مخاطب من هست محبت کنم. این آرامش و این شادی بین من نیست با اون، چگونه میخوام خدا رو محبت کنم با کینه و نفرت؟ هرگز نمیتونم خدا رو محبت کنم. از این رو هست تا نبخشی نمیتونی بخشیده بشی، نمیتونی در حضور اون خدا نیست بری. محققین علم پزشکی و حتی روانشناسی متوجه شدن در این که شخص با کینه و نفرت در وجود خود خشم و عصبانیت، استرس و نگرانی و پریشانی رو به وجود میاره، گذشت و بخشش باعث خواهد شد تا آنتینی بادی هایی را که در وجود ما لازمه امنیت بدن هست بیشتر تولید کنه و چون بیشتر تولید میکنه باعث شادی و خوشحالی ما میشه. در از همون پروتئین های بدن هستن و همین کمک میکنه غدد سرطانی در وجود انسان رشد نکنه و حتی از بین بره. پس بخشش فقط یک امر الهی نیست که ما تصور بکنیم ما چون خدا دوست هستیم، ما اگر به دنبال زندگی سالم هستیم، بدن سالم هستیم، میباید ببخشیم، چرا که همین آنتیبادی ها کمک خواهد کرد که فشار خون انسان بالانس باشه، بالا نره، کمک خواهد کرد که به خاطر آرامش و شادی که داره رابطه خوبی با مخاطبین خودش داشته باشه، کمک خواهد کرد که عجول نباشه، کمک خواهد کرد که ابسورده نشه، کمک خواهد کرد که حتی بی خودی نترسه. پس اندیشه کنیم برای بخشش، اندیشه کنیم و فکر کنیم اگر لازم هست کسانی هستن توی زندگیمون که فکر میکنیم باعث رنج ما شدن، تصمیم جدی بگیریم تا اونها رو ما بتونیم ببخشیم. گاهی متاسفانه کینه هایی که در دل ما قرار میگیره، نفرت هایی که در دل ما قرار میگیره بدون هیچ دلیل هست و در مسیر فرکانس های غیبت از دیگران به ما میرسه. نسبت به دیگران برپس کسی به شما میرسه میگه کشیش دستور میدونید این کارو کرده، این کارو کرده، این کارو کرده، و شما ناخودآگاه دلت میگیره. بعد به مرور زمان چه دل پوری داری که بابا و شما ناخودآگاه متوجه میشی انگار نسبت به رسول که شاید اصلا با اونم زیاد برخورد نداشتی چه کینه ای داری به خاطر حرفایی که اون زده. پس از این رو غیبت خیلی بده، مواظب باشید، اجازه ندید، چون بی خودی شما دارای سمی میشی که به خودت داره آسیب میزنه و اذیتت میکنه. شاگرد این رو میکنه دانشجوی به استاد خودش موقعی که درس تموم میشه، میگه استاد میتونم خصوصی باهاتون صحبت کنم؟ میگه بله. میگه استاد وصیتش یکی از شاگردان پیروز من دیدم اینقدر این پشت شما این حرف رو زد، اینو گفت، اینو گفت، اینو گفت.
استاد یه نگاهی کرد، گفت ببین عزیزم، ایشون یه تیری به سمت من پرت کرد اما به من نخورد، ولی تو این تیر رو روی زمین برداشت، زدی تو قلب من. و بدتر از این اینه که غیبت هایی که میشنویم رو انتشار میدیم یا به دیگران بریم بگیم. چه لزومی داره؟ چه لزومی داره بشنویم و تاثیر میذاره؟ نگیم من قوی هستم، نشنویم تا قوی بشیم. شنیدی 11 تا 17 برابر صدای منفی و نگاتیو تاثیرش بیشتر از صدای مثبته. این رو من نمیگم، محققی میگم، این رو کلام خدا نمیگه، کلام خدا به نوعی دیگه ای میگه. پس اگر مشتاق سلامتی هستید، هوشیار باشین که حتی صداهای منفی و نگاتیو بر علیه دیگران که به عنوان غیبت هست رو نشنوید و اجازه بدین در اون آرامش باشین، در اون انرژی خوب نیز زندگی کنین. بریم با هم دیگه از نامه کلوسیان 1:10-11 رو داشته باشین. اگر عزیزی هست که بروشور نداره فقط دستش بره. نامه کلوسیان 1:10-11. میکروفون رو لطفاً باز کنید. سپاسگزارم. نامه کلوسیان 1:10 است. تا شما به طریق شایسته خداوند به کمال رضامندی رفتار نمایید و در هر عمل نیکو وارانید و به معرفت کامل خدا نمایید و به اندازه توانایی جلال او به قوت تمام زورآور شوید تا صبر کامل و تحمل را با شادمانی داشته باشید. پس این مسئولیت ما میتونید برای این کلام دست بزنید. یک مسئولیت برای ما، این مسئولیت هست. اگر در فکر و اندیشه زندگی سالم هستیم، به دنبال رویای خدا هستیم، هدفی که خدا برای ما داشته، پس من نیز سهمی دارم. نمیتونم فقط بشنوم نسبت به اون موضوعات. گاهی فقط ادعا میکنیم وقتی که ما اکتفا به شنیدن میشنویم تعلیم رو، اما تعلیم پذیر نیستیم. فقط ادعا میکنیم که ما کینه و نفرت نسبت به کسی نداریم و تصور بر این میده که همین که عنوان میکنیم ما کینه و نفرت نداریم، پس ما شخص رو بخشیدیم، پس بنابراین همه چیز به همین راحتی تمومه. اما اعمال ما و رفتار ما نوع دیگه رو نمایش میده. حتی صحبت های ما، حتی حالت نگاه های ما نشون میده شخص با کینه زندگی میکنه، با نفرت زندگی میکنه و یا نه. پس بهتره که سر خودمون کلا شرعی نذاریم و دیگران هم فریب ندیم. اگر نتونستی ببخشی، از متخصص استفاده کن، از کشیشت، از معلمین استفاده کن. اما اگر بخشیدی، باید ثمرش رو ما نیز ببینیم. شاعر میگه ما از این پاک دلانیم، ما از این پاکدلانیم که به کس کینه نداریم. خیلی عالیه، این شاعر گفته. شهریست پر از دشمن، یک دوست نداریم. چی شد؟ خود همین شاعر ضد و نقیض داره صحبت میکنه. در اصل وجودش پر از کینه است، نه به یه نفر، نه به دو نفر، به تمام افراد توی شهر کینه داره. ادعا میکنیم که بخشیدیم، اما اعمالمون، حتی سخنانمون، حتی شعرمون، اگه اشعار فارسی اینگونه داره خودش رو عبیدا میکنه، وای از طرف شعرا هست، وای به حال مردم عام. چگونه میخوان کینه و نفرت خودشون رو پنهان کنن اگر شاعری اینگونه اعلام میکنه؟ عزیزان، پس نمیتونیم پنهان کنیم. اجازه بده آنچرا که دلت رو گرفته به عنوان یک کینه و نفرت، اون توی بخشش قرار بگیره قبل از اینکه به تو و دیگران نیز آسیب برسونه. و یه روزی رسوا میشه. کینه رو پنهان نکن، نفرت رو پنهان نکن، باید شفا بگیری. حتی اگر ادعا کنی،
اعتقاد نیز لو خواهد رفت. بعد از یک مهمانی در بین افراد خانواده و دوستان، برادر کوچیک رو میکنه برادر بزرگترش، میگه با این حرفات آبروی منو بردی. این چی بود گفتی؟ گفت چی گفتم عزیزم؟ منظورش گفت خب بعد جلو همه من گفتی احمق. گفت آها معذرت میخوام، ببخشید، من فکر نمیکردم یه رازی که باید بین خودمون دو نفر بمونه. بهش میگن لغاست دیگه. بعد پس خوشحال باشیم اگر ما واقعا به موضوع بخشش رسیده باشیم. خوشحال هستیم که جملاتی که میگیم باعث رنجش دیگران نیز نشه، حتی در زمان اینکه ادعا داریم میکنیم داریم میبخشیم. بریم با همگه نامه کلوسیان 3:1 الهی در داشته باشیم. از نامه هایی هست که پولس رسول نیز اعلام کرده. بیزانیده شدید، آنچه را که در بالاست به طلبید. یعنی رویای آسمانی. یعنی ما چون ایمان داریم مسیح، به خاطر رویاهای دیده شده که یک عمر گوش کردیم، از آدم و حوا گرفته شد و مسیح بهای اون اشتباهات و گناهای ما رو روی صلیب پرداخت کرد، تا ما رویای خدا رو داشته باشیم، هوشیار باشیم. از این به بعد فکر من، احساس من، سخن من، اعمال من میباید مطابق رویای خدا باشه، نه رویای انسانی، اراده خدا باشه. بله، در آنجایی که مسیح هست به دست راست خدا نشسته. در آنچه بالاست تفکر کنید، نه در آنجا. یعنی امید، یعنی در آرامش، در صلح، در سلامتی، در حکمت، در محبت، در امنیت، در پیروزی، در رستگاری فکر کردن، اندیشیدن. بله، نه در آنچه بر زمین است، زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است. چون مسیح که زندگی ماست ظاهر شود، آنگاه شما با وی در جلال ظاهر خواهید شد. آمین. پس اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید: زنا، ناپاکی، هوا و هوس، شهوت قبیح و طمع که بت‌پرستی است، که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت وارد می آید. چون که اینها همه ابزاری هستش که در اصل شیطان به ما میده، بعد از اینکه رویای دیکته شده اون رو قبول میکنیم، توجیهاتمون رو نسبت به کلام خداوند، نسبت به اراده خدا. بارها و بارها در طول سالها من این تجربه رو داشتم. متاسفانه عزیزانی من گفتن خدا به ما اینو گفت، ولی هنوز دارم میبینم اونو انجام نمیدن، هنوز دارم کار خودشون انجام میدن. خدا بهشون گفته با چه رویایی زندگی کنین، در چه مسیری، اما هنوز دارن دنبال اون رویای دیکته شده ای میرن که متاسفانه دنیا اونها رو مشغول کرده، دنیا اونها رو نیز اسیر کرده و تو همین مسیر هست که به راحتی میتونن بر علیه برادران خودشون باشن، خواهران خودشون باشن. چرا که ما ایمان داریم عیسی مسیح نور عالم هست. آمین. آمین. ما نیز نور و نمک هستیم. آمین. آمین. پس باید در نور زندگی کنیم، نمیتونیم با نفرت زندگی کنیم. در اول یوحنا باب 2 آیه 11 نیز اعلام میکنه: اما کسی که از برادر خود نفرت دارد، فرق نمیکنه برادر، خواهر، همسایه، دوست، فرقی نمیکنه، اینجا جمعه، اما کسی که از برادر خود نفرت دارد در تاریکی است. تمام. پس نمیتونه ادعا کنه من فرزند نور هستم اگر کینه ای داره. اما اگر کسی از برادر خود نفرت دارد در تاریکی است و در تاریکی راه میرود و نمیداند کجا میرود، زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده. ادعا میکنه، کلامم میخونه، کلیسام شاید میره، شاید خدمتم میکنه، اما متاسفانه اون نفرت اجازه نمیده رویای خدا رو ببینه، با رویای خدا قدم برداره. پس نمیتونه ادعا کنه که در نور هست و مجال گرفتن اون آرامش رو و برکت رو نیز داشته باشه. بله، که شما نیز سابقا در اینها رفت هنگامی که در آنها زیست می نمودید، لکن الحال شما همه را ترک کنید، یعنی خشم، غیظ، بدخویی، بدگویی و فحش را از زبان خود، به یکدیگر دروغ مگویید. که اینها همه
ببخشید اینها همه ثمره اون کینه و نفرت هست که تبدیل به خشم شده در وجود انسان. انسانی که به جایگاهی میرسه، حالا با هر باوری که هست، شخص مخاطبی که باعث آزارش شده اون رو میبخشه، دو دلیل داره: یا اونو خیلی دوست داره یا خودشو خیلی دوست داره که نمیذاره آزار ببینه. ما دیگه با ابزار تاریکی نمیتونیم زندگی کنیم، با ابزار رویای شیطان نمیتونیم زندگی کنیم. کینه یکی از ابزارهای رویای شیطان هست. پس بدونیم وقتی که نمیبخشیم کجا ایستادیم، با چه ابزاری داریم دست خودمون رو آلوده میکنیم. بله بفرمایید. چون که انسانیت کهنه را با اعمالش از خود بیرون کرده اید، آمین، و تازه را پوشیده اید که به صورت خالق خیش تا به معرفت کامل تازه می شود، که در آن نه یونانیست، نه یهود، نه ختنه، نه نامختونی. مرسی. گاهی میشه تصور میکنیم که به ما ظلمی شده و خیلی سخت است. بعد از رسول، شما اینجا بالای منبر کلام میخونی و به ما میگی ببخش، ولی اصلا توی شرایط زندگی من نیستی، توی رابطه های من نبودی. همونم علت داره. اگر فرزند خدا هستیم، مطابق رومیان 8:28، اون نیز علت خیریت داره. تمرکزمون رو درست بدیم به خدا. تو ببخش، خدا جوابشو بهت میده. انوشیروان در زمان کودکی معلم سختگیری داشت. معلم سختگیر اون طوری اونو اذیت میکرد که انوشیروان فکر میکرد داره به اون ظلم میکنه، و گویا همین گونه هم بود. آرزوی انوشیروان این بود که پادشاه بشه و یه روزی تمام اون آزارهای معلم خودش رو بتونه انتقام بکشه و جبران کنه، و این اتفاق میفته. انوشیروان پادشاه میشه و زمانی که به پادشاهی میرسه این معلم رو میخواد، میگه یادت هست چقدر منو اذیت میکردی، چقدر به من ظلم کردی؟ میگه بله پادشاه. میگه حالا نوبت منه. میگه فقط بذارید من علتشو بگم. میگه بگو. میگه من به تو ظلم کردم تا تلخی ظلم رو بچشی، تا به مردمت هرگز ظلم نکنیم. این گونه نگاه کنیم. میگه از ادب از که آموختی؟ این گونه نگاه کنیم. نمیتونیم همیشه یک جا بیستیم و بخوایم بجنگیم با کسی که داره ما رو اذیت میکنه. اگه یک جایی به شما اچاپ میشه، فضایی به شما داده شده تا شما بتونید تو یک موقعیت دیگه‌ای کار نیکی رو انجام بدید. نمیگم اینها از طرف خداست، نمیخوام اینو یک فرمول ثابت قرار بدم تو زندگیمون، اما این نگاه رو نیز ما میتونیم داشته باشیم. بله. بلکه مسیح همه و در همه است، پس مانند برگزیدگان مقدس و محبوب خدا، احشای رحمت و مهربانی و تواضع و تحمل و حلم را بپوشید و متحمل یکدیگر شده همدیگر را عفو کنید. پس احتیاج به ادراک هم هست، درک هم هست. اگر ما همدیگر را درک کنیم متوجه خواهیم شد، حتی با اون دلایل مشخص که شخص مخاطب ما باعث آزار و رنج ما شده، دلیل دیگه ای داره. اگر به اون دلیل نگاه کنیم، به راحتی اون شخص رو میتونیم ببخشیم، میتونیم کمکش کنیم. و این هوشیاری هم داشته باشیم لطفا. وقتی یک نفر میاد نزد شما و از مشکلش میگه و شروع میکنه میگه فلانی منو اذیت کرده، خواهش میکنم جبهه نگیریم بلافاصله. ببخشش، ببخشش، تمونش کن، توکل کن به خدا. این در اصل این پیامه: ساکت شو، خسته شدم، حرف نزن انقدر. این پیام میشه. گوش کنید. اگر میتوانید کمکش کنید. نمیتونید فقط نگو ببخش. حالا میگه چجوری ببخشم؟ میگه خب فراموش کن، برو دعا کن. میگه دعام کردم، باور کن. نمیتونم، هنوز تو وجودم هستش. در نامه یعقوب 5:15-16 میگه نزد یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. اون یکدیگر هوشیار باشیم. حتما باید مس خدا رو داشته باشه، اون آگاهی و دانش رو داشته باشه. به همین راحتی نمیتونیم به مردم بگیم ببخش. اونم دیگه ساکت میشه میره، تازه اومده بوده
با تو یه خورده راز و نیاز کنه، یه خود صحبت کنه تا بتونه خودش رو آروم کنه، تو هم بهش یه چیز دیگه گفتی، معلمش شدی بلافاصله. باید همدیگر رو درک کنیم. میتونه حتی تعالیم ما نسبت به افراد وقتی آگاه نیستیم اونها رو منحرف کنه، به یه جای بدتری ببره. وقتی ما نمیدونیم چگونه ببخشیم، خودمون هم هنوز کینه تو دلمون داریم، همین که ببخشش، تمونش کن، باور کن خوب میشه، فلان میشه، دعا کن براش. اینا همه خوبه، اما به این بسنده نمیتونیم بکنیم. باید علممون رو در این مورد زیاد کنیم. شخصی نگاه میکنه دوستش که توی خیابون داره به سمتش میاد، گوشش رو پانسمان کرده. به هم که میرسن میگه ببینم چرا گوشت رو پانسمان کردی؟ میگه خیلی درد میکرد، رفتم گفتم بکشنش. مگه دندون بود؟ حداقل میگفتی رود کانال کنن پرش کنن. بله بفرمایید. هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید، چنان که مسیح شما را آمرزید شما نیز چنین کنید. آمین. چنان که مسیح روی صلیب با تمام دردها، میگی خیلی درد دارم، خیلی اذیت شدم، خیلی آزارم دادم، خواهش میکنم هر کسی تو ذهنش ببینه درد و رنجت چقدر بوده، به اندازه که دستاتو سوراخ کردن، پاهاتو سوراخ کردن، پهلوتو بریدن، تاج خار بر سرت گذاشتن، آب دهان بر صورت انداختن، فحاشی کردن، صلیب به اون سنگینی رو روی تو قرار دادن و بردنت بالای صلیب به خاطر تمام نیکویی‌هات. اگر مثل مسیح شدی نمیدونم. من چنین نشدم، هرگز نشدم مثل مسیح، هرگز نشدم. اگر این گونه شدی آره، ولی اگر مثل مسیح نیستی باید ببخشی، چون مسیح روی صلیب به خاطر تمام دردها و رنجهای ما رفت و بهاشو داد. تو هم باید بسپاری به دستای خداوند، و خداوند هستش که تو رو برکت آرامش میده، برکت قوت خواهد داد. باید بیاموزیم. بله. و بر این همه محبت را که کمربند کمال است بپوشید، و سلامتی خدا در دلهای شما مسلط باشد که به آن هم در یک بدن خوانده شده اید، و شاکر باشید. کلام مسیح در شما به دولتمندی و به کمال حکمت ساکن بشود. آمین. و یکدیگر را تعلیم و نصیحت کنید به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی، و با فیض در دلهای خود خدا را بسرایید، و آنچه کنید در قول و فعل همه را به نام عیسی خداوند بکنید، و خدای پدر را به وسیله او شکر کنید. آمین. 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 خب همه بورشو رو داریم. بله. لطفاً چراغای وسط رو روشن کنیم. قبل از اینکه به بورشورهاتون نگاه کنیم، می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به یه فرمول خیلی ساده که البته الان ساده هستش، توی تعلیمات شاید دو ماه باید کلیسا دربارش موعظه بکنه، اما این فرمول رو من خودم با تقاطی رو کلام خدا داشتم نیز آماده کردم و میخوام توجه کنید. عزیزان میتونید عکس بندازید مشروطه برای اینکه مایل باشید که چگونه بتونید ببخشید و یا به دیگران بیاموزید که چگونه اونها ببخشن. مراحل رها شدن از کینه و نفرت اسم این قسمت هستش. چرا نمیتوانیم آنانی را که باعث آزار و رنج ما شده اند را ببخشیم؟ چون یکی یکی میخوام براتون توضیح میدم. چون ناآگاهیم، ناآگاه نسبت به فیض خدا هستیم، ناآگاه هستیم که وقتی که خشم و خشونت داریم باعث درد و رنج و مریضی خود ما نیز خواهد شد. ناگاه هستیم که خداوند قوت و تواناییشو به ما میتونه بده، فقط این نیست که تو اعلام کنی. ما در این مسیر اگر آگاهی رو داشته باشیم میتوانیم به خوبی ببخشیم. پس نکته اول ناگاهیه، نکته دوم ناتوان بودن هستش که من تصورم بر این هستش که فکر میکنم ناتوان هستم و نمیتوانم توی مسیر بخشش خودم رو قرار بدم. دیر یا زود دوباره عصبی خواهم شد، دیر یا زود دوباره غیبتش رو میکنم، دیر یا زود دوباره فکر من رو پریشان میکنه. پس بنابراین عدم ایمان من نسبت به آنچه کلام خدا میگه، نسبت به آنچه حتی شما میگید
بر فرض مثال من به خدا ایمان ندارم، اما روانشناسا میگن ببخش. پس بازم عدم باورت نسبت به این که میتوانی ببخشی کمک به شما نخواهد کرد که شما تو بخشش قرار بگیرید، چون ناگاهم فکر میکنم ناتوان هستم، احساس میکنم نالایقم یا نالایقند، هر دوش، فکر میکنم که لیاقت اینو ندارم که خدا به من کمک کنه تا من این توانایی داشته باشم دیگران رو ببخشم، و فکر میکنم اون دیگران لایق این نیستن که من اونها رو ببخشم. نمونهش در خود کتاب مقدس هستش. یونس، خداوند بهش اعلام میکنه که یونس بره شهر نینوا و در شهر نینوا به مردم اخطار بده تا مردم دست از گناه بردارن تا مبادا هلاک بشن. ولی یونس فکر کرد اونها لیاقت ندارن، حتی از اراده خدا فرار کرد. نمونه دوم که فکر میکردن خودشون لایق نیستن، برادران یوسف هستن. برادران یوسف زمانی که متوجه میشن که برادرشون در مصر هست و به جام مقامی رسیده و به اونها پناه میده، وقتی که پدرشون یعقوب فوت میکنه، در کتاب پیدایش 50:20-21 از ترس اینکه مبادا یوسف اونها رو بکشه و خودشون رو لایق نمیدونستن، هنوز زخمی میدونستن، میرن پیش برادرشون و به برادرشون اعلام میکنن که ما به تو گناه کردیم و ترسمون، نگرانی اینه که تو ما رو بکشی. ولی میگه یوسف نه تنها اونها رو بهشون تضمین میکنه که اونها رو نخواهد کشت، بلکه سخنان دلاویز به اونها میگه، سخنانی به اونها میگه که اونها رو، وجودشون رو پر از شادی کنه. پس این مسئله، پس چون ناگاهم فکر میکنم ناتوان هستم، احساس میکنم من لایق نیستم یا مخاطبم لایق نیست، که مساویه با ناآرام بودن. همه میبینید مشخصه؟ یه دست بزنید در پرویز عزیزم که چقدر زیبا. پرویز جان سپاسگزارم، مرسی عزیز دلم، چون من با خط خیلی بد میفرستم برای ایشون، ولی ایشون انقدر منظم اینه درست میکنه. اما چگونه میتوانیم ببخشیم؟ قدم بعدی من ایمان من هستش. ایمان به کلام خدا، ایمان به عدالت خدا، ایمان به وعده های خدا، ایمان به رحمت خدا، ایمان به محبت خدا. من باید ایمان داشته باشم. اگر شما ایمان دارید به آنچه کلام خدا میگه، پس باید توی این مسیر بخشش حرکت بکنی. بعد از ایمانت اعلامه. اعلام اینجا اول به خودت میگی. باید خودت بخوای، باور کنی، تصمیم بگیری که میخوای ببخشی. وقتی تصمیم میگیری ببخشی، باید به خودت بگی من میخوام ببخشم، من میخوام ببخشم، و بعد در حضور خدا اعلام کنی که خداوند من میخوام ببخشم. و بعد دیگران، حالا خانواده هستن، دوستان هستن، خلق هستن، خودم، خدا، اینجا میشه خدا، خانواده و خلق میشه عزیزان. پس این بعدش اعلام هست، بعد اقدامه. مطابق متی 5:44 میگه دشمنان خود رو دعا کن، برکتش بده، محبتش کن. محبتش کن. توی مهمونی یه دفعه میبینی پشتتو نکن. آخ دوباره این اومد؟ من که میرم، من زیاد نمیمونم. البته این مالی با ایرانی ها که نیستش که، این آمریکایی ها که میشه موعظه‌های منو گوش کنن؟ من همش مال این آمریکایی ها دارم میگم، و اونم چه شما ایرانی ها میاد گوش میکنید؟ بله، پس در عمل باید نشون بدیم. متی 5:44 نیز میگه پس دعا میکنم، محبتش میکنم، و در این کنار نیز شکرگزارم هستم براش. اپوستولیان 5:20 میگه پیوسته شکرگزار باشه. و بعدش این سه نکته رو، یعنی ایمانم، اعلام رو، اقدام رو، ادامه میدم، پیوسته ادامه میدم، و مساویه با چی میشه؟ شفا. و چون مساویه با شفا میشه، میشه متی 11:28 بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشانه، کسایی که فکر میکنید دلتون پر از آزردگی رنج از دیگران هست، و گرانباران، من شما را آرامی خواهم بخشید. آمین. پس فرمولشو خیلی ساده تونستیم یاد بگیریم. شاعر میگه این ساحل خسته را تو پیدا کردی، این ساحل خسته را تو پیدا کردی،
این موج نشسته را تو برپا کردی. من خاموش و خسته خفته بودم، ای عشق، ای عیسی مسیح، مرداب دل مرا تو دریا کردی. مسیح هستش که میتونه این قوت رو به ما بده، این امنیت رو برای ما ایجاد کنه تا بتونیم ما نیز به راحتی ببخشیم. نکته چهارم رو لطفاً داشته باشیم. میتونیم چهار نکته داشته باشیم. درس ما امروز تموم میشه. نسبت به رویای دیده شده و رویای دیکته شده، تشویقتون میکنم برشوراتون رو داشته باشید، بتونید به یه نفر دیگه درس بدید، از روش بیاموزید و به دیگران درس بدید. دوم تیموتائوس 2:2 کلام خدا میگه آنچه را که به تو آموختم به دیگرانی که میتوانند به دیگران بیاموزند تو نیز بیاموز و اون برکت تو زندگیتون خواهد ماند. به کدام این رویا زندگی میکنیم؟ خدا انسان را به شباهت خود آفرید، این رویای خدا بود تا او در محبت بلاعوض رشد کند. شیطان به رویای دیکته شده انسان را فریب داد تا در غرور و خودخواهی خیش هلاک گردد. نکته دوم، خدا انسان را به شباهت خدا آفرید تا او در حکمت بی نهایت رشد کند. اما رویای شیطان چیز دیگه ای هست. شیطان به رویای دیکته شده انسان را فریب داد تا در جهل و خرافه خیش هلاک گردد. نکته سوم، خدا انسان را به شباهت خدا آفرید تا او در عدالت کامل رشد کند. شیطان به رویای دیکته شده انسان را فریب داد تا در بی عدالتی و بی انصافی خیش هلاک گردد. و بالاخره نکته آخر، خدا انسان را به شباهت خدا آفرید تا او در رحمت پایدار رشد کند. شیطان به رویای دیکته شده انسان را فریب داد تا در کینه و نفرت خیش هلاک گردد. من ایمان دارم که خداوند مطابق فیضش همون گونه که اعلام کرده، تو را هرگز رها نخواهم کرد، ما را رها نمی کنه. مشروط بر این که ما نیز وفادارانه بیستیم و مجال این رو ندیم، چرا که همون گونه که عرض کردم ما سهمی داریم. اگر تصور بر این بکنیم که تمام سهم و تمام زحمات باید از سمت خدا بوده باشه، این رو بدونیم به جایگاهی نخواهیم رسید. مطابق این فرمول مزمور 25:10 اعلام میکنه همه راه‌های خداوند رحمت و حق است برای آنانی که عهد و شهادت او را نگه می‌دارند، نه فقط می‌شنوند. شنیدیم، این مسئولیت هست عزیزان و باعث این خواهد شد که زندگی شما در سلامتی باشه و زندگی دیگران را در سلامتی بیاریم. به طور خاص این رو بدونیم، ایرانی هایی که مهاجرت کردن، احتیاج داریم به تراپی، به شفا، چرا که آسیب خوردیم و هموطنان ما که توی ایران هستن نیازمند هستن که شفا بگیرن، آروم بشن، از این کینه ها، از این بدبینی ها نیز آزاد بشن. هر کدوم شما از طرف خدا نماینده ای هستید که این پیام کلام خدا رو به یک هموطن دیگه برسونید تا اونها شفا یابن. بریم با هم آخرین آیه رو نیز بشنویم. نامه یهودا باب 1 آیات 20-21. اما شما ای حبیبان خود را به ایمان اقدس خود بنا کرده و در روح القدس عبادت نموده، خیشتن را در محبت خدا محفوظ دارید و منتظر رحمت خداوند ما عیسی مسیح برای حیات جاودانی بوده باشید. آمین. آمین. میتونیم این قول رو بدیم اینک به خدا که خداوند را سپاسگزار که تکرار میکنم، مرسی. به خداوند این قول رو بدید، پیام انجیل مسیح رو به گوش یکی دیگه برسونید، پیام امروز رو به یه نفر دیگه برسونید. برای همین میگم عکس بگیرید از این موقعیت ها، برشورا داشته باشید که با دلایل نسبتاً درست از کلام خدا، من گفتم نسبتاً به خاطر خودم میگم، کلام خدا 100% درسته، اما من خب به هر حال بهش موضوعات رو اضافه میکنم، حداقل بتونیم باعث سلامتی و باعث شفا برای مردممون باشیم. و فیلم هم بازی نکنیم، مواظب باشیم. الان همه معلم شدن، الان ما معلم زیاد داریم، همه روی فیسبوک معلم شدن، ولی ما نمیدونیم واقعا وقتی خودش صحبت از بخشش میکنه آیا خودش دیگران رو بخشیده و یا نبخشیده و یا دنبال فرصت هست، منتظر هست یه اتفاقی بیفته تا اون نیز جبران کنه. دزدی وارد بانک میشه،
همین که وارد بانک میشه پولا رو همه رو جمع میکنه با اسلحه و بعد رو میکنه به دو سه نفر که دورش بودن، میگه ببینم تو دیدی من کی هستم اومدم اینجا رفتم؟ طرف میگه بله دیدم شما رو. تفنگش رو برمیداره میزنه به این. یه خود میره اون برتر یه زن شوهر رو میبینه، رو میکنه به مرده میگه ببینم تو دیدیم من چی کار کردم؟ میگه نه قربان من ندیدم ولی خانومم دید. یه جا لو میره، نذاریم لو بره. مملکت ما احتیاج به شفا و سلامتی داره. مولوی میگه در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، به جز مهر، به جز عشق دیگر تخمی نکاریم. آمین. اجازه ندیم کینه و نفرت در دلهای ما و نیز دیگر هموطنان عزیزمون باشه.